خدای تبارک و تعالی به وسیله دینش و پیامبرش قلبهای شما رو به هم نزدیک کرد به صورتی که برادران شدید، برادران ایمانی شدید. مثلا اوس و خزرج دو قبیله‌ای بودن که سالهای سال با هم جنگ داشتن. حالا در بعضی از تواریخ هست که 100 سال با هم جنگ داشتن. به برکت پیامبر و اسلام اینها برادر شدند، قلبهاشون به هم نزدیک شد، انقدر نزدیکی که مانند دو برادر شدند. مسلمون ها مثل برادر با هم دیگه رفتار میکردن و میکنن. حالا یک کمی استعمار سعی کرده بین مسلمون ها تفرقه ایجاد بکند که بگن مثلا این عرب است و این عجم است و این ترک است و این فارس است و این افغانی است و این پاکستانی است و این نمیدونم چیه و این اهل این کشور است و اون اهل این کشور است و این سیاه است و این سفید است و این زرد است و از این چیزها. بعضی از مردم هم تحت تأثیر این نجات پرستی و ملی گرایی واقع شدن، اما اکثر مسلمون ها این مسائل خیلی درشون تأثیر نذاشته، چون که برادری اسلامی فوق این هست. این چیزیست که خدا توسط پیامبرش در بین مردم این را تقویت کرد و ایجاد کرد. این نعمت دنیاییست. وقتی برادر باشن پیشرفت هست، پیشرفت در دنیا هست، پیشرفت در صناعت هست، در معدنیابی هست، در علم و دانش هست. جاهایی که تفرقه هست و اختلاف هست، مثلا شما نگاه کنید کشورهایی هست که مشکلات قومی هست و مشکلات نژادی هست و مشکلات دیگری هست، اینا مردم با هم اختلاف شدید دارن، می‌بینیم که اینا مشغول جنگ میشن و نزاع میشن، از تعمیر و پیشرفت کشور غافل میشن. جنگ همه چیز را نابود میکنه. اما جاهایی که برادر هستن با هم، همه نیروها و قوای خودشون را برای پیشرفت و تعالی ملتشون به کار میبرن.